دوست دارم باور نکنم شرایط برای بعضی ها طوری شده که حاضرن رایگان برای کسی کار کنن تا غذاهای باقی مانده مراسمشون به خونه ببرن. این آگهی ها تن آدم رو می نرزونه. پذیرایی از مراسم عروسی یا هر مراسم دیگری را رایگان انجام می دم. منزل و محل کار شما را رایگان نظافت می کنم. راننده رایگان شما می شم. نگهداری رایگان بیمار و سالمند، کمک رایگان به افراد ناتوان برای خرید کردن و انجام امور منزل، کارهای فنی منزل شما را رایگان انجام میدم. آگهی‌های عجیب و غریب. این روزها هیچ چیزی را مجانی به آدم نمیدم، خصوصا خدمات که خوب صد البته نرخ خودشو داره. خیلی وقتا چندان کم هم نیست. برای نظافت چند ساعت منزل چیزی بین 40,000 تا 60,000 تومان باید بپردازی. حالا اینکه اگه کسی آگهی بگذاره دستاد و ادعا میکنه به صورت رایگان چنین خدماتی انجام میده، واقعا جای تعجب داره. میشود با صاحب آگهی تماس گرفت و علت کارش را جویا شد. این گفته های یکی از آگهی دهندگانه که نیتش آنطور که میگه کار خیره، اما در تماس با بقیه آگهی دهنده ها به نکات قابل تحمل تری میرسن. برای مجالس خدمت میکنم، هر مراسمی باشه فرق نداره، عروسی، عزا، ولیمه، هر چی باشه. دستمزد نمیخوام، اما اضافه مانده غذا رو بدم برام بسه. خدمات رایگان از زابل تا زاهدان. کار نیست اما شکم باید سیر شه. این رو مرد آن سوی خط میگه. تو آگهی نوشته 28 ساله. آگهی مال زابل است، یعنی قاعدتا آگهی دهنده در محدوده همون شهر حاضر به خدمت مجانیه، اما خودش میگوید تا زاهدان هم میاد. از زابل تا زاهدان حدود 200 کیلومتره. اینکه کسی این فاصله را مسیر رفت و برگشت کنه فقط به خاطر اینکه باقی مانده غذاهای جشن یا ولیمه را به خانه بیاره به نظر عجیب و باور کردنی نمیرسد. صاحب آگهی اما آنطور که میگوید غذای چند روزه را به خانه میبره و گرسنگی به نظرش این حرفا سرش نمیشه. کار نیست اما شکم باید سیر شه. اینطوری خیلی هم استقبال میکنه اتفاقا. از خودشونه که پول ندن، غذاهای اضافی رو بالاخره حساب کردن، دیگه پولشون هم به جیبشون بر نمیگرده. حرفایش مثل دستی قدرتمند گلوی آدم رو سفت میگیره. میمونم چی بگم، جملهش در ذهنم میچرخه. کار نیست اما شکم باید سیر شه. با خودم میگم شاید حالا یه مورد اینجوری باشه، اون هم آن سر کشور زابل. بالاخره منطقه محرومه. آگهی های مشابه اما این فرضیه را باطل میکنه. نه زابل نه زاهدان، همین تهران بغل گوش خودمان. کسانی هستند که در سایت پربازدید آگهی رایگان میدن تا کار رایگان کنن. اعتیاد داشتم، کار بهم نمیدن. میخوای راستشو بدونی؟ سو سابقه دارم، اعتیاد داشتم، کارم نمیدن. اینجوری میرم سر کار، حالا میگم رایگان، اما یه چیزی بالاخره بهم میدن، یه چیزی به اضافه، لوازم اضافه. خودم یعنی میگم که اگر لباس یا وسیله اضافه دارم بهم بدن، همانا رو میفروشم، نصفاتچی هم هستم، کار دیگری هم بلد نیستم. این را یکی دیگه از آگهی دهندگان میگه، مرد میان سال. این رو از صداش میشه فهمید. کار رایگان در ازای جای خواب. آگهی دهنده دیگه زن است. توی آگهی هم اینو درج کرد و همینطوری این نکته را که در ازای جای خواب حاضر رایگان کار کنه. شاید یه جورایی مثل سرایداری به نظر برسه. البته متفاوت از آن است، چرا که سرایدار در ازای نگهداری از خانه و رتق و فتق امور حقوق دریافت میکنه. اما این زن حاضر بدون حقوق جای کار کنه که فقط جای خواب داشته باشه. جای خواب هم شامل سویت سرایدار یا اتاقی جداگانه نیست، یه دست رخت خوابه، گوشه از خانه، و لابد زن باید خیلی هم خوشحال باشه که از سرگردانی نجات پیدا کرده. مشابه این آگهی ها باز هم هست،
کسانی که در ازای اسکان و غذای مجانی برای شما کار میکنن. برعکسش هم دیده میشه، کسانی آگهی دادن دنبال خانومی میگردن که کمکش کنن، محل اسکانش رو تأمین کنن. در ظاهر هم به نظر میرسه کاری خیرخواهانه است، اما در تماس با آگهی دهنده مشخص میشه که در ازای تأمین مسکن خانوم از او انتظار دارن امور نظافتی منزل و آشپزی رو انجام بده. همونطور که از جوانب امر معلوم است، حقوق بابت کار پرداخت نمی کنن. همون جای خواب و غذا حکم حقوق را خواهد داشت. چند وقت پیش بود که ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که جوانی را نشان میداد که در ایستگاه مترو امام حسین تهران ایستاده بود و با قیافه زار از مردم میخواست به او کار نظافت پله‌هاشان را بسپارن، در عوض غذایش بدهن. به چهرهش نمیاد معتاد باشه، اما مشخص بود گرسنه است. شکم گرسنه صبر نمیکنه تو سر فرصت کار پیدا کنی و غذا بخری. این آگهی ها تن آدم رو میلرزونه. جنس این خدمات چیزی دیگریه. در این بین ممکنه کسانی فکر سوء استفاده هم باشن که البته همیشه در هر موردی پایش به امور مختلف باز میشه. باید شیش دانگ حواس رو جمع کرد که در دامش نیفتد. کسی که ادعا میکنه به یک خانم تنها جای خواب و غذا میدهد، آیا هدفش واقعا دریافت خدمات نظافتی است؟ نمیدانم چرا دلم میخواد فکر کنم تمام این آگهی ها دروغ و فریبکاری است. دوست دارم باور نکنم. شرایط برای بعضی ها طوری شده که حاضرن رایگان برای کسی کار کنن تا غذاهای باقی مانده مراسمشان را به خانه ببرن. این آگهی ها تن آدم رو میلرزونه.